درود بر تمام بینندگان گرامی برنامه زرتوش، درود یعنی تندرستی و همچنین اوشتا خورسندی بر تمام ایرانیان گرامی دوربر جهان. ما در 3 سال پیش برنامه زرتوش را آغاز کردیم و این ماه اکتبر 3 ساله که این برنامه تا الان بر تلویزیون پارس ادامه داشته، با یاری و همکاری دوستان ما توانستیم که این برنامه رو برای 3 سال انجام بدیم و من شهروز عشق خیلی خیلی خوشحالم که تونستیم تا الان این برنامه رو روشن نگه بداریم. ولی بدون یاری و کمک هممیهنان و ایران دوستان این امکان وجود نخواهد داشت. اگر توجه بکنیم، تمام ادیان ها یا مذهب های دیگر، اینها چه اسلام باشه، چه مسیحیت باشه، چه بهایی باشه، تمام بیشتر این مذهب ها تلویزیون خودشونو دارن و صبح تا شب 24 ساعته از رسانه های گوناگون برنامه شونو به ایران پخش می کنن. ولی ما ایرانی ها که دین و باور خودمونو داریم به نام زرتشتی، ما یه همچین موقعیتی رو نداریم و اقلن توانستیم که برای 1 ساعت هفته‌ای این برنامه رو بتونیم اجرا بکنیم که یکم نزدیکتر بشیم به فرهنگ، تمدن و دید خود ما ایرانی ها که دید بومی خود ما ایرانی هاست و بسیار بسیار مهمه برای ما که ما هویتمون رو از دست ندیم و هویتمون رو که برای ما خیلی گرامیه و ما دوست داریم نگه داریم. برای همین خیلی مهمه که از درخواست میکنم از تمام ایرانیای مهربان و خردمند به ما کمک بکنن که بتونیم کسانی که هر هفته زحمت و تلاش میکنن که برای ما دانش فرهنگ ما و دانش هویت و تمدن ما را بتونن آموزش بدن و ایرانیا بتونن در هر جای جهان باشن استفاده بکنن و از تاریخشون افتخار بکنن. من از در این زمان دوست دارم از یکی از خردمندای بزرگ ما که به ما بسیار یاری کردن در سالهای دراز، دکتر انوشیروانی بپرسم، یه پرسش بکنم. و پرسش من از دکتر انوشیروانی این هست که نظر شما و دید شما نسبت به این برنامه زرتشت چی هست و اگر پیامی داریم برای کسانی که این برنامه رو تماشا میکنن هر هفته، خواهش میکنم شما هم یه نظریه و دید خودتون را به ما اضافه بکنید. دکتر جان بفرم. پیشکش کردن بهترین درودها و گفتن روزگار نیک، بسیار شادمانم که باری دیگر در میان دوستان بسیار نازنین و پرکار خودم هستم در اینجا و به ویژه سپاسگزاری میکنم از آقای شهروز عش و آقای دکتر شاهین نجاد و دکتر جیسن جورجانی که امروز در اینجا هم هستم. من امیدوارم که بازگویی و دوبارگویی نکنم، چون در شنیدن نوای دلنشین شما از راه اینترنت کمی گرفتاری داشتم در اینجا. ولی به هر حال دیدگاه من درباره این
برنامه این است که شما ببینید ما یک فرهنگ کهن به راستی پرباری داریم و این فرهنگ کهن اگر ما بخوایم به دنبال آبشخور و سرچشمه راستینش بگردیم چند نفری بیشتر نیستن. زرتشت هست و فردوسی هست و من رضاشاه بزرگ رو هم در این دوران کنونی در ردیف این دو بزرگ مرد میگذارم. ولی شما ببینید زرتشت 4000 سال پیش یک فلسفه رو بنیان گذاشت و این فلسفه تا جهان پا بر جاست، قابل عوض کردن نیست. تمام چیزهایی که زرتشت در گاتا گفته اینها همه برداشت‌های راستین و چکیده زندگانی انسان در این محیط زیست و بهره برداری انسان از هرچه در دور و برش است و رفتار درست با محیط زیست و با حیوانات هست. اینها چیزهایی است که در دین زرتشت، ولی بدبختانه هر دینی آلوده به بله خب این بلای آلودگی به خرافات تا اندازه‌ای هم سر دین زرتشت آمده و گفتار زرتشت به اون پاکی، به اون روانی و همین جور که گفتم چکیده زندگانی، ما میبینیم به ناگاه به چیزهای دیگری تبدیل میشه. ولی خوشبختانه ما حدود 150 سالی که دسترسی به گفته‌های زرتشت پیدا کردیم و میدانیم که گفته‌های زرتشت به کلی از خرافات دور. حالا دین‌های خیلی تازه‌تر از اون هستند، همه دین‌های دیگه بعد از اون اومدن و اینها از همون روز اول خرافات درشون وجود داشته، ولی ما این خوشبختی رو داریم که در گاتای زرتشت نشانی از خرافات نیست. و در نیرومندی این فرهنگ کهن ما باید یه کمی ما ایرانی ها توجه بکنیم. شما ببینید 1400 سال است که چه بلایی بر سر اندیشه های زرتشت آوردن، بر سر فلسفه زرتشت آوردن، در از بین بردن و زدودن این فرهنگ کوشش ها شد. ولی ما میبینیم که هر روز جوانهای تازه از این درخت تنومند که زرتشت این رو به دست خودش کاشته، از این درخت تنومند چه جوانهای بیرون میاد. خب همین کسانی که الان اینجا من در خدمتشون هستم، شما ببینید جیسن جورجانی انگار تنها 3-4 هفته از عمرش در ایران بوده. شما ببینید چه ایران دوستی و چه پیروی از فلسفه زرتشت در وجود این انسان هست. و همینجور خود شما شاهین خدمات بزرگی کردین، کتاب‌هایی که نوشتین و امیدوارم در آینده بنویسین و شهروز که این برنامه رو گردانده. این است که ما باید این فرهنگ زیبا و تنومندی است. من از همه ایرانیان درخواست میکنم که در پابرجایی این برنامه به گونه‌ای به ما کمک بکنن که ما بتوانیم این برنامه رو ادامه بدیم. و همین من درخواست میکنم شما هر اندیشه و دین و رسمی که دارین یک کمی به این دین زرتشت و فرهنگ و فلسفه زرتشت توجه بکنید. ما چقدر خوشبختیم که یک همچین دکتر خردمندی داریم که سالها به ما آموزش داده و ما رو یاری کرده. دوباره سپاس فراوان از دکتر انوشیروانی خردمند. یادمون باشه که ما وقتی میگیم زرتشت، خواهش میکنم شما اینو یه نوع مذهب نبینین، این فرهنگ شما. یک کسی که میگه من ایرانیم
فرهنگت از فلسفه زرتشت اومده و همچنین که دکتر گفتن کوروش برگ ما و فردوسی ما و رضا شاه ما و واقعا فرهنگ ایران یکی از زیباترین اگر نه زیباترین فرهنگ جهان هست. اتفاقا ما باید افتخار بکنیم چون فرهنگ خود ما هست و ازش پشتیبانی بکنیم و بتونیم موفق بشیم. در این زمان دوست دارم از دوست گرامی من پروفسور جیسن جورجانی آریامهر اضافه بکنه که دید و نظرشون درباره برنامه زرتشتی هست و چرا مهمه که ما این برنامه رو نگه داریم و بدون یاری مالی هموطنان نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. جیسن جان گرامی درود بر شما، بفرمایید. نخستین شهروز جان گرامی، بسیار خوشحالم برای فرصتی دیگر که کنار شما و شاهین گرامی باشم. ببینید، نظری که من دارم اینه که با دید به فرصت استثنایی که ما الان داریم در طول تاریخ ایران، برنامه‌ای مانند برنامه شما لایق حمایت بسیار بیشتری است تا اینی که به دستش داره میرسه. یعنی در حقیقت وظیفه ما در این موقع بسیار حساس در تاریخ نه تنها مؤثر ایران، در طول تاریخ ایران، وظیفه ما انجام یک نوزایی فرهنگیه و این تک برنامه است. دست کم تا اونجایی که من آگاه هستم تک برنامه است که فوکوسش که همه تاکیدش روی بنیانگذار تمدن ایرانی است، یعنی زرتشت. و ما توانایی تبلیغاتمون باید بسیار بیشتر باشه تا اینی که هست، به ویژه در این 6 تا 9 ماه آینده که ما در طول اون زمان به امید خدا براندازی این نظام واقعا هولناک را خواهیم دید. و بینندگان چیزی که باید درک بکنن اینه که انرژی که الان در میان ملت ایران تولید شده است مانند یک کمانی است که تا عقب کشیده شده. خب ما سرنیزه اون تیر هستیم که در طول این 6 تا 9 ماه آینده به هدف باید بخوره. این فرصت تاریخی هرگز دوباره بر نخواهد گشت. ما اگر بذاریم این از دست بره، خب توسعه ایران در 3 دهه آینده به انحراف خواهد رفت. این چیزیست که باید جدی گرفته بشه و بازم تاکید میکنم تا اونجایی که من آگاهم با این همه برنامه‌ای که از طریق ماهواره از بیرون کشور به داخل داره پخش میشه، برنامه زرتشت شما تنها برنامه است با تاکید روی زیربنای فرهنگی تمدن ایرانی، یعنی اندیشه زرتشت. و بدون راهنمایی از بیرون کشور این نوزایی اندیشه زرتشت خودجوش در میان به ویژه نسل جوان ایران درست نمیتونه هدایت بشه. و بنابراین من واقعا درخواست میکنم از بینندگان که یک کمی به وظیفه تاریخیشون دقت بکنن و نذارن که این فرصت استثنایی از دست بره. سپاس فراوان و آفرین بر شما دکتر جیسن جورجانی آریامهر، از تمام زحمت‌هایی که می‌کشین و کارهایی که می‌کنین برای خوبی کردن جهان که یکی از فلسفه ایران هست، و همچنین از آموزش‌هایی و پژوهش‌هایی که می‌کنین که به ما یاری بکنین و ما رو آگاه بکنین که ما میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم در ایران. دوباره درود بر شما جیسن جان گرامی و خدا نگهدار.
درود فراوان بر شما شهروز گرامی. ما چقدر خوشوقتیم که یه همچین شخصیت هایی داریم که واقعا به فرهنگ و تمدن ایران مثل یه فرزند اهمیت میدن. اگر تمام ما ایرانی ها از فرهنگ و هویتمون مثل یه فرزند، مثل یه بچه، مثل یه مادر و پدر دفاع و پشتیبانی بکنیم، در این روزگاری که امروز خیلی از ایرانی ها سخت میکشن در ایران نبودیم. نصیحت من به تمام ایرانی ها اینه که شما میتونین خوشبخت بشین، میتونین این فقیری و بدبختی و که دارین در ایران کشین، دوای این، داروی این فرهنگ خودت، این فرمان خوراک و دست داری ولی استفاده نمی کنی. هر روز که صبح پا میشی از خونت میری بیرون و گله میکنی چرا به این روز افتادی، جوابتو من دادم، دواتو من بهت دادم. برو دنبال فرهنگ خودت، برو دنبال دید خودت که تمام جهان مخصوصا غرب از ما یا قرض کرده یا دزدیده و موفقیتشو بر مردمش آورده، ما از این استفاده نکردیم. بدبختی ما، دشواری ما، هر زجری زیانی که ایرانیان دارن در ایران میکشن اینه که تو شما فرمان خوراک تو خودتو انداختی تو آشغالدونی و رفتی دنبال باورهای که لحاظ فلسفی و منقی جور در نمیاد، رفتی دنبال یه فرمان خوراک اشتباه و این بلا سر خودتون اومده. خواهش میکنم برو دنبال فرهنگ خودت. تمام رسانه ها رو خاموش بکنیم که دارن پروپاگاندا میکنن در ایران برای مفید خودشون، و تنها جوری که ایران درست میشه و نظم ایران درست میشه و همتون خوشبخت میشین، فرزندانتون خوشبخت میشه، اینه بری دنبال فرهنگ خودتون که اونهایی که از ما زرنگ و زبلتر بودن اینو یاد گرفتن و رفتن در کشورهای خودشون پیاده کردن و امروز شرایط زندگیشون هزار بر از شما تره. دیگه من نمیدونم به چه زبانی اینو بگم. من یه بچه‌ای بودم که از 9 سالگی از ایران اومدم بیرون و این آگاهی به دست من رسید از بیرون از ایران که این آگاهی در سرزمین شما وجود داره. شاهین جان گرامی، از تمام خدمتهایی که کردی و زمانی که گذاشتی که میدونم نیاز نیست این کارا رو بکنی، میتونی بری دنبال زندگی خودت و این همه ساعت هر هفته که شما میذاری میتونی خرج خانواده خودت بکنی. از خودت گذشتی و ازت سپاسگزاری میکنم و خواهش میکنم این دوستا کلامی که من گفتم، بیا این پرچم فرهنگمون رو ورداریم و استفاده بکنیم که این بدبختی و فقری که بر مردم ایران اومده، به فرزندان ما اومده، به بچه‌های کوچک در ایران اومده، ما این شرایط رو برگردونیم. واقعا حرف میزنم بغض تو دلم میگیره، اشک تو چشم میگیره، نمیدونم دیگه چیکار بکنم. دکتر جان بفرمایید. درود بر شما شهروز جان، سپاسگزارم از محبتی که داشتی و داری. من داشتم به سخنان دکتر انوشیروانی، جیسن جورجانی و همچنین خودت گوش میکردم. واقعا یک بزنگای تاریخیه زمانی که درش قرار گرفتیم. از حدود 1400 سال پیش که اسلام وارد ایران شد، یه حدود تقریبا 400 طول کشید تا به اکثریت برسه در ایران و زرتشتی ها از اکثریت بسیار بالا تبدیل به یک اقلیت شدن.
ولی آنچه که گذشت، فشار مسلمانان بر غیر مسلمانان در ایران بزرگ، حکومت‌هایی که عمدتاً به خلافت عربی هم متصل بودند و مشروعیت سیاسی خودشون رو از خلافت اسلامی عربی می‌گرفتن، به نام سلطان در ایران کم جفا و ستم به زرتشتیان نکردن، به غیر مسلمان ها به طور کل، ولی به زرتشتیان به طور ویژه، تا عصر صفوی. در عصر صفوی که از جهاتی به دلیل احیای استقلال ایران می شود یک پوان مثبت بهش داد، به خاطر تعصب شیعه و صوفیگری صفویان، زرتشتیان به شدت زیر فشار قرار گرفتن و تقریبا میشه گفت از اون زمان، یعنی از حدود 500 سال پیش تا همین عصر جدید، زرتشتیان تبدیل شدن به بخشی از جمعیت ایران که بسیار 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 محافظه کار شدن، بسیار دست به عصا را میرفتن، تو مقاطعی خیلی منفعل شدن، به اصطلاح انگلیسی پسیف شدن، و یک ترسی همیشه در زندگی زرتشتیا بود و حقم داشتن، به خاطر بلاهایی بود که در این 500 سال یا دست کم 400 خورده ای سال سرشون اومد در دوره انقلاب مشروطه. خب جوانه هایی از این که همه ایرانیان شهروند به شمار بیایند زده شد، ولی در دوره رضاشاه به عمل رسید و تازه زرتشتیا دوباره حس کردن که شهروند درجه یک اون کشورن. ولی با این حال، به خاطر اون وحشت و فضای هراسناکی که توی سده های دوره صفویه تا پایان قاجار بر اونا مستولی بود و چیره بود، زرتشتیا به کنار گذاشتن معرفی آیین زرتشت رو به هممیهنان غیر زرتشتیشون، افسون بر این که حتی جدا از حفظ یه سری سنت ها که خیلی هم ارزنده بود، از دید نظری، از دید تئوریک، نتوانستن که آنچنان که باید و شاید حق مطلب رو در مورد درباره زرتشت و آموزه های زرتشت به جا بیارن. در نتیجه پس از انقلاب طبیعی بود که با این انقلاب اسلامی در اواخر قرن بیستم و ترک کشور توسط بسیار از همیهنان زرتشتی، آنهایی که باقی ماندن در ایران، آنهایی که بر جای ماندن، ناچار بودن که خیلی دست به عصا عمل کنن، زندگی کنن، و آنهایی که بیرون آمدن به روال همون پرورش سنتیشون بسیار بسیار محافظه کار و غیر دلاورانه با دیگر هممیهنانشون روبرو شدن و چندان کار بزرگی در جهت آشنایی با آموزه‌های زرتشت که همون فرهنگ ناب ایران شهریه انجام ندادن، یا اونقدری که باید انجام ندادن. یه مقدار زیادی به خاطر حضور نوزرتشتیان، کسانی که زرتشتی زاده نبودند، ولی به خاطر فضایی که ایجاد شد و امکاناتی که برای فراگیری و آموزش پیش آمد، خودشون زرتشتی شدن. اکثر دوستانی که الان اینجا فعالیت دارن و کوشا هستن تو برنامه‌های زرتشت، زرتشتی زاده نیستن. خود شما شهروز جان، جیسن گرامی، من، الیکا بقایی، آرتیمیس، شهرام آریان، دکتر انوشیروانی شاید تک چهره ایست که زرتشتی زاده هم هست. خب زرتشتی شدگان یه مقدار زیادی این بار رو به دوش کشیدند و چون یه مقداری از اون تجربیات تلخ هم میهنان زرتشتی زاده ما همراهشون نبود، یه مقدار نترستر عمل کردن. الان یه فرصتی ایجاد شده، 40 سال عملکرد جمهوری اسلامی ملت رو به جایی رسونده که به دنبال این هستن که بشناسن خودشونو و با شناختن خودشون از زیر بختک جمهوری اسلامی بیرون بیان. میدونیم که جمهوری اسلامی یک حکومتی بود که کاملا آبشخور ایدئولوژیک داشت، بر پایه تشیع در ایران تبلیغات کرد و قدرت گرفت و از احساسات عوام استفاده کرد و بر اریکه قدرت نشست. امروز وقتی که ایرانی به دنبال این است که از زیر این چنبره ایدئولوژیک نظام اسلامی بیرون بیاد،
به دنبال چیزیست که بتواند به اون چنگ بزنه و خودشو نجات بده. برای اینکه ایرانی بشه نخست اینجایی که بهش توجه پیدا میکنه به آینه زرتشته و آموزهای زرتشت. پیش از این که حتی بدون زرتشت چی میگه، به خاطر اینکه ایرانی شدن خودش رو در قالب زرتشتی بودن یا زرتشتی شدن یا دست کم گرایش به زرتشت جستجو میکنه، اول احساس رو پیدا میکنه، بعد میاد دنبالش که ببینه زرتشت چه گفته، زرتشتی بودن چگونه هست. خب این فرصت ایجاد شده، هم میهنانی که مسیحی هستن چندین کانال تلویزیونی دارن، نه برنامه تلویزیونی، اصلا کانال تلویزیونی کامل دارن و از پشتیبانی کلیساهای مسیحی در امریکا، در اروپا، در کانادا طبیعتاً برخوردارند. همیانان بهایی که به هر حال به صورت یک شبکه بسیار عظیمی امکانات مالی خودشونو به کار میگیرن و آموزش‌های بهاییت رو میدن به هم پیروان خودشون، هم به همیانان دیگه‌شون که بهاییت چیست و درباره چیست. و برنامه خب آیین یهودی به خاطر اینکه آیین یک قومه، یعنی قوم یهود آیین یهود داره، حتی همیانان ما که یهودی هستن به هر حال این قومیت یهودی رو دارن، در نتیجه تبلیغی نمیکنه، چون نیاز به تبلیغ نیست، آیینی است که ویژه یک بافت ویژه‌ای از مردمه. در نتیجه میموند آیین زرتشت که در حال حاضر یه برنامه یک ساعت در هفته داره، همین برنامه‌ای که ما خدمت همیانان هستیم که حدود 3 ساله با پایمردی شما شهروز جان و با کمک دوستانی که شما رو تنها نذاشتن و هزینه های برنامه رو تقبل کردن، که هزینهش فقط هزینه ایرتایم دیگه، هزینه ساتلایت، هزینه ماهواره است، برای اینکه همه اینجا داوطلبن و کسی طبیعتاً مبلغ دستمزد نمیگیره، بلکه آنچه که هزینه برنامه است که چیزی حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سالی 12,000 دلاره باید برای هزینه ماهواره پرداخت بشه به تلویزیون پارس، که این زمان خیلی خوب و در طول هفته در اختیار ما قرار داده. بنابراین من فکر میکنم دیگه کمترین همتی که ما به عنوان ایرانی میتونیم داشته باشیم، حالا چه ایرانی که زرتشتی هست چه ایرانی که زرتشتی نیست، دست کم این است که ایرانی هست و ایرانی شدن رو طبیعتاً نمیتواند از شناخت آیین زرتشت جدا بکنه. یعنی ایرانی بودن و زرتشتی بودن با هم گره خورده. امروز شما میتونی بپرسی آیا صده جشن زرتشتی است یا جشن ایرانی است؟ از من بپرسی میگم هم ایرانی است هم زرتشتی. نوروز چی؟ هم ایرانی است هم زرتشتی. این اصلا باز نمیشه، اصلا تفکیک پیدا نمیکنه، با هم گره خورده. در نتیجه برای جوان یا میانسال یا نوجوانی که حتی یه فرد سالخورده‌ای که میخواد ایرانی بشه، باید آنچه که درباره زرتشتی شدن بدونه و برعکس. اگر پیام زرتشت خردگرایی است، اگر پیام زرتشت دادورزی است، اگر پیام زرتشت رواداری است، اگر پیام زرتشت مهربان بودن با زیست بومه، با محیط زیسته، اگه پیام زرتشت آزادگی است، اگر پیام زرتشت آزادی در گزینشه، فراموش نکنیم که پیام زرتشت دهشمندی هم هست. هیچ آینی به اندازه آیین زرتشت درش مناسبت‌ها برای دهشمندی وجود نداره. گاهنبارا یک نمونه‌شه. آشوداد وقفی که به آتشکده‌ها می‌شده در دوره ساسانیان و خیلی از سوشال سکیوریتی، خدمات اجتماعی، تامین اجتماعی که برای طبقات فرودست صورت می‌گرفته از طریق آتشکده‌ها و دهشمندی ملت ایران بوده در اون دوره. خب طبیعتاً دهشمندی بخشش هم میره تو حوزه فرهنگ، تو حوزه آموزش، تو حوزه پرورش، تو حوزه آگاهی رسانی. امروز که ما یوتیوب رو داریم، شبکه‌های اجتماعی رو داریم، تلویزیون ساتلایت رو داریم، فکر می‌کنم دست کم کاری که می‌شود کرد این است که بیاییم هزینه مثلا 18 ماه آینده برنامه رو که حدود مثلا 18,000 دلار میشه ظرف این 4-5 روز تامین بکنیم و با خیال راحت شهروز جان و دوستان بتوانند که به تلویزیون پارس هزینه رو بدن و برنامه ها رو پربار و سازنده جلو ببریم.
سپاس فراوان از شما شاهین جان گرامی. اگر یک کسی بخواد دهش بده، همونجوری که شما نشانی دادین، این ایده دهشمندی یا خیریه یا چرتی ریشش از ایران اومده و خلاصه کمک شما رو ما نیاز داریم. شاهین جان اگر کسی بخواد اینجا دهش بده، چریختی میتونن اینو انجام بدن؟ خب پس از این برنامه ما، این درست برنامه هم که به پایان برسه، یه کلیپ پخش میشه که بیان میکنه چگونه میشه بعد دهشمندی کرد. بانک چیس هست که میتوانن مستقیم پول رو در اونجا دیپوزیت کنن، پول رو بذارن به حساب، میتوانن طریق کارت اعتباری کردیت کارت بدن و میتوانن طریق پیپل خیلی ساده با یک ایمیل بدن، که تو کلیپی که بعد از برنامه پخش میشه فکر میکنم که راحت این نمایش داده میشه. میتوانن هم مستقیم، همچنان که الان من نشون میدم، هم میهنانی که علاقه مندن بروند در به اصطلاح سایت ما و در تارنمای iranianrenaissance.com، وقتی تشریف میبرن روی این سایت iranianrenaissance.com، اینجا دکمه هست که زده دونیت یا همیاری مالی. وقتی که روی این کلیک میکنن صفحه باز میشه که میتوانن اینجا مبلغی که میخوان تایپ کنن، مثلا میزنن فرض کنید $200 و اینجا میزنن دونیت با پیپل، اگر اکانت پیپل دارن، اگه پیپل ندارن میرن میزنن روی دونیت وید دبیت اور کردیت کارت. با کردیت کارت هم اگه اینجا کلیک کنن میتوانن مشخصات کردیت کارت رو بدن و کار رو انجام بدن. از این جهت برای هممیهنانی که ترجیح میدن که در حقیقت حساب رو به اصطلاح بگیرن، شماره حساب رو در اونجا پرداخت کنن، هم میتوانند برون و خیلی ساده به حساب بانک چیس واریز کنن، که همچنان که گفتم تو کلیپی که پس از گفتگوی ما پخش میشه این اونجا قرار میگیره و هممیهنان میتونن با خودکار کاغذ شماره حساب چیس رو یادداشت کنن. امیدواریم که شرایط به گونه‌ای بشه که تو وضعیت کنونی ایران که بسیار مهمه، همه جور تبلیغاتی متوجه ملت ایران شده، همه گونه خوراک فکری داره داده میشه، خوراک فکری نیک و خوراک فکری سمی و ناجور، امیدواریم که این دریچه باز بمونه و حتی تقویت بشه که بشود خوراک فکری، خوراک اندیشه‌ای ایرانی هم به هممیهنان داده بشه و از این راه آنچه که ما تو 3 سال گذشته انجام دادیم و دست کم بدونیم برای 18 ماه آینده هم پی میگیریم. باشه باشه، بسیار خوب. دوباره شاهین جان گرامی از شما بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم. اگر کسی دشواری داره که بتونه بخواد این پولو بده یا از لحاظ تکنیکالی، شما میتونین به تلویزیون پارس تلفن بزنین و شخصا با من تماس بگیرین و من میتونم کمکتون بکنم از لحاظ دهشی که میخواین بدین، یه جوری اینو برای شما اجرایی بکنیم. دوباره از اینکه به ما برنامه ما رو تماشا میکنین و به ما گوش میدین، امید من اینه که برای تمام ایرانیان به خصوص در ایران که دشواری و سختی میکشن، یه زندگی و روز و شب بهتری برای شما در آینده بیاد و از روش خودت و از فرمول خودتون ایرانیان میتونین استفاده کنین که به این هدف برسین. منم که اینجا هر روز هر هفته ساعتها کار میکنم، به مردم کمک مینوی میکنم، هزاران نفر رو سال پیش از شخصی از طریق اسکایپ من سفره‌پوشی کردم یا آموزش زرتشت دادم و عاشق همشون هستم. اون هم همیشه لطف و محبت به من میکنن که چه اتفاق خوبی براشون افتاد اون روزی که با هم آشنا و دوست شدیم. دوباره سپاس فراوان از همه شما و بهترین آرمانهای رو برای شما فرزندان ایران و تمام جهان میخواهم. خدا نگهدار.